با درود به عزیزانی که در اتاق هستن و برنامه رو با ترانه سرود آغاز میکنیم. 20 آذر 1400 برابر است با 11 عرض کنم که 11 دسامبر 2021 برنامه رو با سرود آغاز میکنم. 1 که با ما هستند، ما برنامه به مدت 1.5 ساعت هست، با پوزش از این دقایقی تأخیر آغاز میکنیم. امروز 11 دسامبر 2021 برابر با 20 آذر 1400 هست. برنامه همراهان مردم ایران رو آغاز میکنیم. این برنامه ضبط میشه و عرض کنم که به صورت ادیت شده در شبکه های گذار پخش میشه، از یوتیوب گذار، همچنین تلگرام گذار با آدرس وبسایت گذار، توییتر گذار و فیسبوک گذار به طور رسمی. اما قطعات کوچکتر خواهد بود. در واقع دوستان عزیزی که در قسمت سخنرانان هستند با برنامه معمول ما مروری در اخبار هفته گذشته هست، اما در این حال ما تحلیل فشرده خواهیم داشت از آنچه که می‌گذرد. برنامه همراهان مردم ایران در راستای همراهی با مردم ایران برای گذار از این حاکمیتی که کشور ما را به یک چنین وضعی سوق داده که در حال حاضر اون اوضاع فاجعه بارش رو شاهد هسته. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. عزیزانی که در قسمت سخنگو هستن قطعا رعایت های لازم رو بکنن. اگر از ایران میان ضرورتی نداره که با نام و حتی صدای خودشون بیان، اصلا ضرورتی نداره، ولی در واقع فرصت خواهد بود که عزیزان هم نظراتشون رو بعد از برنامه مرور با ما در میون بگذارن و به این ترتیب کمک کنیم و این گفتمان رو پیش ببریم که در حال حاضر ما مردم ایران و من به عنوان یک فرد از این مردم کشیده و استبداد زده، در واقع و هر کجایی که هستیم برون ایران و درون ایران، کوشش بکنیم با همراهی یکدیگر و با پیگیری نظامی رو که این چنین مصیبت رو بر ما
تحمیل کرده از این مصیبت بیرون بیاد. اجازه بدید که باز مهدی وکیلی عزیز که با ما پیوستن و ایشون هم همچنین ما رو در جریان برنامه‌ها قرار میدن به موقع صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که از سینای عزیز مدرس دانشگاه در آمریکا، جوانی که در واقع علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی که دارن در زمینه آنچه که در آمریکا می‌گذرد، در طبیعتاً می‌دانیم که چگونه تصمیماتی که در آمریکا گرفته می‌شود تاثیرگذار هست در اوضاع جهان و به ویژه کشور ما. آقای سینای بستانی عزیز، بفرمایید میکروفونتون باز کنید. با درود به همه عزیزان و سپاس از اینکه وقت رو به من دادین. در هفته‌ای که گذشته خب همچنان قضیه مذاکره با ایران که آویزی اروپا و پنج به اضافه یک در واقع دارن مذاکره میکنن با ایران، فعلا در مورد رابطه ایران و آمریکا بزرگترین خبر همین هست که خب دولت جدید ایران، حکومت جدید ایران، یعنی به هر حال این کلمه ها به قول شما بعضی وقت آدم باید مواظب استفاده بکنه، کسایی که دارن مذاکره میکنن فرق میکنن با اون کسایی که اون برجام اولی رو مذاکره کردن، برای همین مواضعشون سخت‌تر شده. به قول معروف آمریکایی‌ها دارن حداقل این ور دارن میگن که اونقدر مواضع ایرانی‌ها شاید غیر قابل تأمین هست که جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن هست گفتش توی مذاکره خبری دیروز که ما آپشنامون رو روی تریبل نگه داشتیم. یعنی ما همچنان این حرفی که میزنن خب از نظر جیوپولیتیکال و اینترنشنال ریلیشنز، یعنی این که ما مثلا حتی این که بخوایم یه جایی رو بمب بزنیم، یه چند تا موشک به چند جا بزنیم هم این اختیار رو داریم و شاید حتی این برنامه‌هاش هم داشته باشیم. اینو باید همش یادمون باشه. کسایی که سیستم ارتش آمریکا رو ران میکنن خیلی آدمای جالبی هستن. وقتی در موردشون آدم میخونه میبینه که چطور آمریکا اصولا نسبت به همچین مسائلی برخورد میکنه، نه اینکه بخوان حمله بکنن، یعنی اینکه قضیه مذاکره با ایران رو یه جوری دارن حداقل پیش میبرن که به ایران بگن که ما اگر به نتیجه نرسیم حواستون باشه که میخوایم، یعنی آپشن اینا داریم که بخوایم کار دیگه انجام بدیم. در مورد روسیه همونطوری که شاهد هستین، خب روسیه یه سری سرباز و وسایل تجهیزات نظامی نزدیک مرز اوکراین برقرار کرده و این برقرار کرده، برای همین آمریکا خیلی الان مصر هست و داره در مورد این صحبت میکنه که راجع به روسیه چیکار بکنیم، راجع به اوکراین چیکار بکنیم، خط میزنن نشون میکشن. برای همین این قضیه هم سر این که خب به خصوص رئیس جمهور اوکراین درخواست این که اوکراین جزوی از ناتو بشه رو حداقل صحبتشو کرده با بایدن و این صحبت بین دولت و آمریکا و دولت اوکراین انجام شده که همونطور که خیلی ها میدونن خط قرمز برای روسیه، یعنی اوکراین اگر جزو ناتو بشه و روسیه احتمالا این قضیه رو قبول نخواهد کرد و به صورت خیلی مشخصی کرایمیا رو خواهد گرفت. برای همین و دلیل این هم که شاید برای کسایی که نمیدونن، دلیل که روسیه کرایمیا رو خیلی میخواد اینه که تنها به هر حال بندر نظامی که در زمستون یخ نمیزنه در تریتوری روسیه، به قول معروف این بندری هست که توی کرایمیا هست، سن پیترزبورگ و ولادیوستوک و جاهای دیگه یخ میزنن توی زمستون. در مورد چین فعلا این قضیه ای که چین همچنان دارن سعی میکنن چین رو به صورتی دشمن عقیدتی آمریکا جلوه بدن، یعنی زمانی که شوروی بود چین رو به عنوان، چون دیگه نمیتونن روسیه رو به عنوان متهم به کمونیسم بکنن، روسیه رو متهم به دیکتاتورشی و اولیگارشی میکنن، ولی چین رو میتونن متهم به کمونیسم بکنن. برای همین همچنان این ضد کمونیسم بودن رو پرچم عثمان کردن، پیرهن عثمان کردن در مقابل با چین. ولی خب همه هم میدونن که از نظر اقتصادی واقعا کانکشنی که بعد نتورکی که بین آمریکا و چین هست از الان حداقل غیر قابل تفکیک و فروپاشی هست. همینجا نگه هم دارم، اگه چیز خاصی بود هستم در خدمت.